در زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشدنیست. کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره. جبهه حسینی خودش رو معرفی کرده، امام حسین علیه السلام در همین سفر کربلا در چند جا مشخص کرده که حرفش چیست، هدفش چیست. فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من را سلطانا جائرا. مسئله ظلمه، مسئله جوره، مستحلا لحرمات الله، ناقصا لعهد الله، یعمل فی عباد الله بالجور و العدوان. مسئله اینه. این جبهه حسینیست در مقابله با ظلم فعالیت میکنه و جهاد میکنه. نقطه مقابلش هم جبهه جور، جبهه ظلم، جبهه شکستن عهد الهی است. امروز شما در دنیا این رو میبینید. قبل از دوران امام حسین علیه السلام هم این دو جبهه‌ای وجود داشت. در زمان بعد از ایشون هم وجود داشته، امروز هم وجود داره، تا آخر هم وجود خواهد داشت. در همه اینها انی سلم لمن سالمکم، با هر کسی که در جبهه شماست من خوبم، حرب لمن حاربکم، با هر کسی که با جبهه شما می جنگه. این جنگ اشکال مختلفی داره. در دوران شمشیر و نیزه یه جوره، در دوران اتم و هوش مصنوعی و امثال اینها یه جور دیگه است. ولی هست. در دوران تبلیغات به وسیله شعر و قصیده و حدیث و بیان کلمات یه جوره، در دوران اینترنت و کوانتوم و امثال اینا یه جوری هست. بلی هست. در دوران دانشجو بودن انسان یه جوره، در دوران مدیر شدن و مسئول شدن یه جور دیگه است. در همه احوال هست. هر بل من حاربکم نباید فراموش بشه. هر بل من حاربکم همیشه به معنای تفنگ به دست گرفتن نیست. به معنای درست اندیشیدن، درست سخن گفتن، درست شناسایی کردن، دقیق به هدف زدن. این حرب لمن حاربکم اینجوریه. بدونید وظیفه چیه، بشناسید
راهی رو که باید بپیمایید. اگر اینجور فکر کردیم، اینجور شناسایی کردیم، اینجور همت کردیم، زندگی معنا پیدا میکنه، زندگی هدف پیدا میکنه. پول لایق این نیست که هدف زندگی باشه. مقام و قدرت و موقعیت‌های اجتماعی حقیرتر از اونن که هدف زندگی انسان قرار بگیرن. هدف زندگی بندگی است، رسیدن به خداست. راهش هم فقط همینه. سلم لمن سالمکم و هر گل لمن حاربکم. جوانیتون رو قدر بدونید. میدان وسیعی در مقابل شماست. انشاءالله 70 سال دیگه، 60 سال دیگه شما تو این دنیا حضور خواهید داشت و کار خواهید داشت. از این فرصت استفاده کنید. برای این فرصت طولانی برنامه ریزی کنید. برای این که برنامه ریزیتون درست از آب در بیاد فکر کنید. برای این که درست بتوانید فکر کنید با قرآن آشنا بشید. قرآن رو بخونید، تأمل کنید. از کسانی که پیش از شما و بیش از شما تأمل کردند یاد بگیرید. یاد گرفتن ننگ نیست، افتخاره. همیشه باید یاد بگیریم، تا آخر عمر باید یاد بگیریم. فکر کنید، مطالعه کنید، شناسایی کنید. اونجایی که اقدام لازمه اقدام کنید. اقدام یه وقت تو آزمایشگاهه، یه وقت تو کلاس درسه، یه وقت داخل محیط دانشگاهه، یه وقت محیط اجتماعی است، یه وقت محیط سیاسی است، یه وقت راه کربلاست، یه وقت راه فلسطینه، یه وقت شعار برای اهداف عالیه اسلامی است. انقلاب اسلامی این راه رو روی ما باز کرد. عزیزان من، جوانهای من، اون روزگار رو شما ها ندیدید. خوشحال باشید که ندیدید. ما دیدیم اون روزگار رو. روزگار بدی بود. روزگار سختی بود. روزگار سیاهی بود. روزگار یأس بود. انقلاب ورق رو برگردوند. انقلاب راه رو باز کرد. انقلاب فرصت به ما داد. میتونیم از این فرصت استفاده کنیم. شما میتونید استفاده کنید از این فرصت. میشه هم استفاده نکرد. اگه استفاده نکردیم خسرانه. اگه استفاده کردیم فلاحه. قد افلح المؤمنون. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.